سلام و درود رفقا امیدوارم هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت باشید رفقا داخل این ویدیو میخوام داخل سریعترین ترین حالت ممکن بهتون تمام تغییرات وارویدین رو بگم پس حتما تا آخر ویدیو با منم رو باشید کانال اسپانسر من جدیدا وی پی ان ویتوری رو با قیمت بسیار مناسبی میفروشه و همچنین خریدار گل شما در تمامی رلم ها چه کلاسیک چه ریتیل هستش حتما به چنل سر بزنید لینک سری دیسکریپشن براتون گذاشتم اول از همه باید بهتون بگم که دو مرداد پری پچ وارویدین میاد و پنج شهریور ما میتونیم دو وارویدین رو به صورت رسمی بازی کنیم معلومه که اگر بخوام با یک تغییری شروع کنم این ویدیو رو 100 درصد اون تغییر چیزی نیست جز تغییر واربند سیستم تقریبا هر چیزی که به دست میارید اکانت وایت هستش داخل وار یعنی مثلا با کاراکتر اصلی یک سری کارنسی رو جمع میکنید به راحتی میتونید اون کارنسی رو به کاراکترهای آلتتون بفرستید یعنی من یک مثالی واسه این کارنسی بخوام بزنم در دراگون فلا شما فرض کنید که میتونید فلایت استوناتون رو بگیرید به کاراکترهای دیگه‌تون بفرستید مثلا با اون کاراکتر مینی که میسیک پلاس میزنید میزنید و استونشو جمع میکنید و دیگه فلایت به درد اون کاراکتر مینتون نمیخوره اون فلایت استون رو میتونید به مثلا این کاراکتر آلتتون به بگیر در واقع ترانسفر کنید که باهاش بتونید کلی آیتم آپگرید کنید و همچنین این واربن سیستم ما همچین رو که زدم فقط یک مثال بودش و همچین سیستمی خیلی گسترده استش و به چند دسته مختلف تقسیم میشه مثلا شما تمام رپتیشن هایی که به دست میارید همچنین اکان وایت هستش تمام فلای پس هایی که باز میکنه برای بقیه کاراکتراتون هم حساب میشه و برای اونها هم حتی باز میشه مثلا همین رپوتیشن هایی که واسهتون مثال زدم اگر با یه کاراکتر یک رینو رو به ده ببرید با همون کاراکتر دیگه تون هم, یعنی همون آلتتون میتونید از ده شروع کنید و اون رپوتیشن رو بالا ببرید یعنی واسه اون کاراکتر آلتتون هم اون رینون ده هستش در نتیجه شما میتونید رینون ها رو سریعتر بالا ببرید و سریعتر میتونید رپوتیشن ها رو مکس کنید و بیاید حالا اگزالتد بشید همچنین حالا شما اگر به این توجه کنید شاید به این بخواید فکر کنید که آره به خاطر اینکه همچین اتفاقی افتاده شما میتونید سریعتر رسایپ های رو بردارید حالا یه سری نالچ های کرافتینگ و هر چیز دیگه راجع به کرافتینگ هستش شما به دست بیارید و امکان داره که بریده بشه به قیمت های کرافتینگ بعد اینو بهتون میگم که جدیدا داخل دوار بدین بیلیزا تمام فوکوسش رو گذاشته که از این ریواردهایی که شما این رینوم ها رو بالا میبرید واسه کرافتینگ کمتر بشه و کرافتینگ برمیگرده به کارهای دیگه ای که شما باید داخل گیم انجام بدید که ریسای پاشو بگیرید حالا من شاید بعدا واسه شون ویدیو ساختم ولی خواستم اینو بهتون بگم واسه اون دسته از افرادی که کرافتر هستن زیاد نگران نباشن تمام اچیومنت ها رفقا با هم ترکیب میشن و رو هم میان یعنی شما مثلا یک اچیومنت داخل گیم وجود داره که بهتون میگه ده بار برید مثلا دسفینگ رو بگیرید بکشید یا رگناروس داخل فایرلان رو برید بکشید شاید این اچیومنت اصلا وجود نداشته باشه ولی ما برفرض میگیم این اچیومنت وجود داره شما باید مثلا با یک کاراکتر میرید رگناروس رو میزنید با یک هفته وایسید که دوباره ریست بشه و برید بزنید الان داخل دراگون فلاید اینطوریه اما بعدا داخل دوار ویدین همونطور گفتم اچیومنت رو با هم ترکیب میشن یعنی شما میتونید با ده تا کاراکترتون داخل یک هفته برید رگناروس رو بزنید و اون اچیومنت واسه شما کامپلک میشه پس در نتیجه اچیومنت و اکانت هستن خود بانک واربن به شما قابلیت بانکی رو میده که تمام کاراکترتون بهش دسترسی دارن یعنی شما همین یعنی الان داخل دراگون فلای یه بانکی دارید متریالاتون رو میذارید توش و فقط همون کاراکترتون بهش دسترسی داره و هر کاراکتری واسه خودش بانک های اختصاصی دارن اما داخل دوار بدین یه بانکی به متعلق میگیره که ما هر آیتمی داخل اون بانک بذاریم در واقع اینطوری هستش که داخل بقیه کاراکترمون بقیه آلتامون به اون بانک دسترسی دارن و این میتونه خیلی به ما کمک کنه که بتونیم در واقع اون آیتم ها رو هی جابجا کنیم واسه خودمون و هی دو ساعت میل نکنیم در واقع و اتفاقا یه سری آیتم های اکان هم اضافه میشه که به راحتی میتونیم از اونجا ترانسفر کنیم به کاراکترهای دیگمون کلی چیزای دیگه در مورد همین واربن هستش که من فقط مهمشو دارم بهتون میگم مثلا اینکه شما با یه کاراکترتون وقتی یک جای مپو اکسپلور رو کش کشف میکنید با بقیه کاراکترتون این اتفاق هم میفته خب زیاد اونقدر مهم نیستش که من بهش بپردازم و بخوام داخل این ویدیو بهتون بگم اوکی فقط دارم چیزای مهم راجع به میگم البته که میگم تمام چیزای مهم رو گفتم و وقتشه بریم سراغ این که تغییر بعدی رو داخل دوباره بهتون بگم تغییر بزرگ بعدی که در واربند میاد روی سیستم ترانسموک هستش همین الان برای مثال با میجتون که فقط کلوز پوشه در یک ریدی مانند رید فایرلند برید و تیر ست روگ رو دراب کنید شما با میجتون نمیتونید این تیرست روگ رو اون شکل و ترنسفرگش رو روی روگتون اضافه کنید داخل دو... دراگون فلای ولی داخل دوار ویدین میتونید این کار رو انجام بدهد و مثلا با یک کاراکتر روگتون که فقط لدر پوش هستش وقتی یک آیتم کلوز رو دراب کنید یا یک آیتم پلیت رو میل رو دراب کنید اون آیتم به ترنسفرگتون اضافه میشه و مثلا با روگتون یک تیر ست واریور دراب کنید که پلیت هستش وقتی برید داخل واریورتون میتونید اون تیر ست رو استفاده استفاده کنید به عنوان ترنسماگتون و داخل دورگون فرید همچین چیزی وجود نداره فقط با روگتون های روگتون رو, رو, رو میتونید بگیرید داخل دور بدین همچین اتفاقی دیگه تغییر میکنه و همینطور که بهتون گفتم مثلا بروگتون میتونید واسه وار... واریورتون هم همچین ترنسماگ جمع کنه و خلاصه ترنسماگ جام کردن خیلی لذت بخشتر و سریعتر میشه در ور ویدین شما میتونید در دو حالت و دو استایل پرواز کنید که یه دونش همین دراگون رایدینگ هستش که داخل دراگون فلای و مپ های دراگون فلای شما الان دارید انجام میدید و یه دونه دیگه هم همین فلای نورمالی هستش که شما انجام میدید که میخوای پرواز کنید اونو بهتون گفتم چون میدونم که خیلیتون دوست دارید که موقع پرواز کردن آلت کنید یوتیوب آلت کنید به یه کار دیگه ای سرگرم بشید اوکی و واسه همین اینو بهتون گفتم و همچنین اینو باید بگم که از این بعد خیلی از مانتا میتونن حالت دراگون رایدینگ که جدیدن بهش میگن اسکای رایدینگ رو داشته باشن و رو اون حالت پرواز کنن و اون حالت فلای که شما نورمال پرواز میکنید داخل مپای آزاروس مثلا داخل همین کاتوکرس کلاسیک اسمش میشه داینامیک فلای که البته یا داینامیک رایدینگ میشه یا داینامیک فلای دقیقا نمیدونم ولی اسکای رایدینگ داریم که همون دراگون رایدینگ هستش و داینامیک رایدینگ یا داینامیک فلای داریم که همون حالت در واقع فلای نورمالی هستش که شما الان داخل کاتوکی کلاسیک فلای میکنه دیگه امیدوارم منظورمو امیدوارم منظورم رو متوجه شده باشید لول اپ کردن هم خیلی راحتتر و سریعتر میشه چون شما با استفاده از کرومی میتونید در تایم لاین های دراگون فلای از لول 10 تا 70 کوست بزنید چی از این بهتر دیگه شما میتونید داخل دراگون فلای کوست بزنید مثلا شما از شادولن وقتی که رفتید دراگون فلای داخل شادولن میتونید برید از لول 10 تا لول 60 لول اپ کنید و این اتفاق داخل دراگون فلای هم افتاده شما الان از این میتونید از لول 10 تا لول 70 در وارد در دراگون فلای بگیرید لول اپ کنید یعنی در اکسپنشن وارویدین در مپ دراگون فلوید لول اپ کنید بهتره که اینطوری بگم در تایملاین دراگون فلوید میتونید لول کنید در دراگون فلوید بیلزارد آپدیت داد که شما بتونید هورد و آلایس با هم توی یه گیلد باشید و خبر خوبی که دارم راجع به همین آپدیت که شما در وارویدین میتونید به صورت کراس رلم توی یک گیلد باشید یعنی من مثلا تو رلم تورنمین گیلد دارم آلیانس هم هستم شما به عنوان هوردی که داخل کازاک هستی میتونید به گیلد من جوین بشی و این باعث میشه که با رفیقاتون بتونید راحت تر پلی بدید و راحت تر جوین گیلای خفن بشید و در کل گیل پیدا کردن و گیل ساختن جفتش راحت تر شده همچنین بلیزارد قرار تلنت های جدیدی به ما ارائه بده در وار که بهش میگن هیرو تالنت که منم باهاش خیلی حال میکن مثلا واسه میشه که با کلاستون خیلی بیشتر حال کنید و یک سری اسکین های جدید به اسپل هاتون اضافه میشه البته بحث هیرو تلنت ها طولانی تر از این حرف و اسکین واسه اسپل هاتون هستش واسه همین شاید بعدا در موردش صحبت کنم ولی به صورت خلاصه بگم شما به عنوان یک هانتر میتونید ادای سیلوانوس رو در بیارید به عنوان یک دسنایت میتونید ادای لیشکینگ رو در بیارید و به عنوان یک مثلا چه میدونم دروید میتونید دروید که ادای دروید الون رو در بیارید نه اینکه رو در بیارید ولی در واقع یه سری اسپلای بهتون اضافه میشه که اون حس بهتون دست بده که شما واقعا دروید الون هستید یا شما واقعا هانتر سیلواناس هستید متوجه اید چی میگم و همچنین داخل پری پچ یعنی دو مرداد قرار یک ایونت جدیدی اضافه بشه که شما با این ایونت یه سری کارنسیو جمع میکنید که با اون کارنسیو میتونید کلی آیتم و ریوارد ها بگیرید همچنین داخل دراگون فلایت یعنی داخل پری پچ دراگون فلایت از شادونا رفته بودیم دراگون فلایت داخل پری پچ دراگون فلایت شما یک ایونت جدیدی بهتون دست داده بود که میتونستید باش سریعتر لول اپ کنید میتونستید باش کلی گیر بگیرید کلی ریوارد بگیرید که همچین ایونتی داخل وارویدین به یک شکل دیگه هم داره میاد که من بعدا در موردش ویدیو کامل و تکمیلی رو دقیقا اون روزی که ایونت قرار رو بیلیزار به ما ارائه بده رو بذارم البته یادم رفت اینو بهتون میگم که این ایونت دقیق در روز پیریپچ یعنی دو مرداد نمیاد و من اینو اشتباه گفتم مطمئنم که یه هفته بعد از پریپچ میاد یعنی تا الان که ما خبر داریم یه هفته بعد از پریپچ این ایونت میاد که من همون روز واسه اون ویدیوشو میذارم همچنین من در این ویدیو راجب مثلا سیستم دل و تغییرات کلاس ها و کلی کانتنت های بازی صحبت نکردم که واقعا این آپدیت ها برای خودشون یک ویدیو کامل نیاز دارن اما به هر حال از شما ممنونم که ویدیو من رو تا آخر تماشا کردید حتما به چند دیسکورد اسپانسر من واسه فروش گلدتون و خرید گیم تایم سر بزنید همچنین ویتوری رام داره میفروشه با قیمت بسیار مناسب و همچنین ازتون میشم که لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و بالاخره مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید و در کل دمتون گرم مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی رفقا فعلا بدرود